سلام، من نوشینم و شما بیننده کانال من هستید. به کانالم خوش اومدید. امروز میخوام در رابطه با پول و چند تا باور غلط که در رابطه با اون به ما تلقین کردن باهاتون صحبت کنم. اگه از این جور مباحث خوشتون میاد میتونید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای جامعه‌ای که بر ایجاد ثروت و دارایی متمرکزه خیلی عجیبه که در مواجهه با پول و تبدیل اون به دارایی و اموال مختلف طرز فکرای عجیب و ترسناک داشته باشه. ما از باورهایی مثل اینکه پول علف خرس نیست، برای اجبار خودمون و فرزندانمون، برای باور این حقیقت کذب استفاده می‌کنیم که پول دست نیافتنیه و تلاش میکنیم با فریب خودمون و اطرافیانمون به زندگی سادهمون قناعت کنیم و به قول معروف از همون اول با پاک کردن صورت مسئله هیچ تلاشی برای تغییر اوضاع اقتصادیمون انجام ندیم. در این ویدیو میخوام به چند تا باور غلط که معمولا هم از جانب جامعه ثروتمند به ما تلقین شده صحبت کنم. جالبه که بدونید این افراد ثروتمند که معمولا خودشون با تلاش و با توکل به خدا تونستن به این ثروت دست پیدا بکنن، خودشون هیچ اعتقادی به این باورهای غلط ندارن و همین عدم اعتقادشون به این باورها باعث شده که بتونن موفق باشن و به این ثروت هنگفت دست پیدا بکنن. بریم که با هم چند تا از این باورها رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین باور غلطی که بهمون تلقین کردن اینه که برای پول درآوردن و پول داشته باشی، یا به قول معروف پول میاره. اگه پول داشته باشی و به درستی هم ازش استفاده بکنی، مسلماً پول بیشتری میتونی در بیاری. اما همه زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیازی به پول زیاد نداره. نباید فکر کنین چون پول ندارید نمیتونین دیگه هیچ پولی در بیارید. خیلی از ثروتمندای امروزی مسیر موفقیت مالیشون رو از هیچ شروع کردن و به این ثروت هنگفت رسیدن. مطابق این جمله برایان تریسی که میگه اگر دیگران تونستن موفق بشن و به جایی برسن، پس شما هم میتونید. فقط باید بدونید که چطور و چه قدم هایی رو باید بردارید و اینکه دیگران چیکار کردن و دقیقا شما هم همون کارا رو بکنید. شاید وقتی پول داشته باشید آسان‌تر بتونید پول در بیارید، اما داشتن سرمایه لزوماً پیش نیازی برای موفقیت مالی نیست. فقط باید بیشتر تلاش کنید، از مغزتون استفاده کنید و در کاری که می‌کنید بهترین باشید. برای کسب ثروت باید با قدم‌های کوچیک به طرف هدف حرکت کنید. مسلماً شما نمی‌خواید راهی رو که یه ثروتمند در عرض 20 سال طی کرده تا به اون ثروت رسیده رو یک شبه طی کنید. بدیهیه که اگه هدف شما باز کردن یک فروشگاه بزرگ و یا کارهای از این قبیل باشه، بودجه زیادی لازم داره. اما خیلی از کسب و کارها هم هستن که نیازی به پول و سرمایه زیاد نداره. مثلا ایجاد یه وبسایتی که نیازهای عمومی مردم رو از طریق فضای مجازی برطرف کنی نیازی به سرمایه آنچنانی نداره و شما میتونین بدون اینکه زیر بار قرض و قسط و اینها برید یه همچین کاری شروع بکنید. وجود چنین فرصت‌هایی خودش نقض کننده این باور غلط هستش که حتما برای اینکه پول در بیاری باید پول داشته باشی. دومین باور غلط اینه که میگن زمان و پول کاملا به هم وابستن. درآمد شما هیچ ارتباطی به زمان و مکان نداره. اگه کمی باهوش باشید و برای کسب و کارتون برنامه هوشمندانه ای تنظیم بکنید، میتونید درآمد خودتون رو به چیزهایی از قبیل فروش محصولات خودتون و یا دیگران مرتبط بکنید. به عنوان مثال، اگه مهارت خاصی دارید، میتونید یک وبسایتی راه اندازی بکنید و آموزش‌های حرفه‌ای خودتون رو در قسمت عضویت در اختیار اعضای وبسایت قرار بدید. حالا فرض کنید از جمعیت 80 میلیونی مردم ایران فقط 100 نفر به آموزش‌های شما علاقه‌مند بشن و این افراد در پلان ماهیانه 30,000 تومان شما ثبت نام کنند.
میشه ماهیانه 3 میلیون تومان که حتی بعد از تفریق هزینه‌های از قبیل هزینه وبسایت، بازاریابی و هاست در بدبینانه ترین حالت 2 میلیون تومان برای شما باقی میمونه. این نوع درآمد به درآمد پایدار معروف هست. یعنی هیچ ربطی به مکان و زمان نداره و وقتی شما حتی خواب هستین وبسایت داره برای شما پولسازی میکنه. پس باز هم این قضیه و وجود یه همچین کاری میتونه ناقض این باور غلط باشه که درآوردن پول و کسب درآمد به زمان و مکان بستگی داره. و در پایان باور غلط دیگه‌ای که در رابطه با پول به ما تلقین کردن اینه که پول ریشه همه بدی هاست. شاید در تمام طول زندگی از یه چیز کینه داشته باشیم و اون هم کینه از این جمله و سازندگان این جمله است. چون همین عبارت کذایی بذر مخالفت با تولید ثروت و پولسازی رو در ذهن اکثر افراد جامعه کاشته. پذیرش پول به عنوان یک دشمن یا چیزی که ارتباط با اون خیلی سخت هستش و باعث قضاوت‌های بد و ناجور درباره ما میشه، کافیه که هیچ وقت به دنبال کسب اون و ایجاد امنیت مالی نریم. پول هم مثل خیلی چیزای دیگه فقط یه ابزاره و به هیچ عنوان نباید به این باورهای احساسی غلط گوش بکنیم. زمانی که به حقیقت و ذات وجودی پول و اهمیتش پی ببریم، در کسب و کارمون تصمیمات بهتری میگیریم که همین زنجیره تصمیمات عاقلانه منجر به کسب ثروت بیشتر میشه. اکثر مردم تنها به این دلیل در دنیای تجارت شکست میخورن، چون باور دارن که کسب ثروت و رسیدن به تمکن مالی یه جور خودخواهی و بدور از انسانیت و ارزش‌های بشریه. نگرانی درباره از دست دادن پول و یا اینکه پول بده و یا عشق به پول ریشه همه بدی‌ها و شرارت‌هاست، به سادگی میتونه زمینه شکست و افسردگی شما رو فراهم کنه. بیاین طرز فکرمون رو عوض کنیم. اگه تا الان در دام این باورهای غلط و ترسناک افتادید، برای تغییر باورها و طرز فکر خودتون لحظه‌ای درنگ نکنید. شاید فرار از این عادت‌ها و باورهای قدیمی که به نوعی ریشه در گذشته ما دارن کمی سخت باشه، اما غیر ممکن نیست. انجام کارهای دشوار همیشه ارزشمنده و ترک این عادت‌ها و مفاهیم غلط هم که در جان و تن ما ریشه دوونده یکی از این ارزشمندهای زیبا و نتیجه بخشه.